درود بر شما. 21مین قسمت از برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو مشاهده میکنیم. این قسمت در واقع شروع پاسخ به این پرسشه که چرا ما یک قرن پس از پیروزی انقلاب مشروطه به جای رسیدن به سکولار دموکراسی واقعی اسیر یک حکومت مشروعه سرکوبگر شدیم. برنامه 21م رو طبق ساختار مصوب حزبمون با سخنان دکتر نوریالا آغاز میکنیم و سپس به تالار مجازی هماندیشی حزبمون میریم تا ببینیم که هموندان داوطلب ما برای این بحث چه نظرات و چه پرسشهایی رو مطرح میکنن. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با ما باشید. سلام دوستان، همونطور که عنوان سری برنامه های سال 2024 حزب سکولار دموکرات ایرانیان میگه، ما قصد داریم در تمام این سال روی 73 سال از زندگی کشور و ملتمون تمرکز کنیم که بهش میگن دوران مشروطه، یعنی دورانی که از 1285 شروع میشه و در 1358 به پایان میرسه. در اون سال 1285 مظفرالدین شاه قاجار که در بستر مرگ افتاده بود فرمان مشروطه رو امضا میکنه، فرمانی که واجد دستور تشکیل مجلس شورای ملی بود. در همون سال هم اولین مجلس شورای ملی که مجلس مؤسسان هم بهش میگن با حضور 60 نماینده تهران و بدون حضور نمایندگان شهرهای مختلف کشور چون امکان انتخابات وجود نداشت آغاز به کار میکنه، اولین قانون اساسی رو مینویسه و اون رو برای تصویب و امضای نهایی شاه به درباری میفرسته که حالا دیگه شاه جدیدی یعنی محمد علی شاه قاجار بر تخت سلطنتش نشسته. گفته میشه که همه تغییرات فرهنگی که از اون سال 1285 شروع میشه و تا سال 1358 یعنی 73 سال بعد در ایران رخ داده، همشون ناشی از وجود قانون اساسی مشروطیته و حکومتی که در سال 58 با رفراندومی که انجام داد نام جمهوری اسلامی رو به خودش گرفت در واقع قانون اساسی مشروطه رو لغو کرد و با تشکیل یه مجلس مؤسسان جدیدی که البته اسمش گذاشتن مجلس خبرگان به دوران مشروطیت پایان داد. از نظر من که میخواهیم وارد مطالعه اون 73 سال مشروطیت بشیم، برای این مطالعه درهای ورودی متعددی وجود داره، اما دری که من تا کنون در این برنامه ها به روی شما گشودم مربوط به مطالعه فرهنگی این دورانه و احتمالاً برنامه کنونی ما هم آخرین برنامه در این سلسله برنامه هاست که همچنان من در راستای تهیه مقدمات سفرمون برای بررسی سرگذشت انقلاب مشروطه و به خصوص تحولات فرهنگی ناشی از اون و بعدم شکستش به دست انقلاب اسلامی صرف میکنیم. اما برای شروع این کار من فکر کردم که ما به هر حال به یک چارچوب نظری و مفهوم واژه های مربوط به اون احتیاج داریم و در همین راستا هم بوده که من به خصوص در برنامه گذشته رسیدم به توصیف 6 تغییر فرهنگی، 6 نوع تغییر فرهنگی و شما هم در بخش هماندیشی همون برنامه نمونه هایی از انواع تغییرهای فرهنگی رو که در کشورمون چه قبل و چه بعد از انقلاب 57 روی داده مطرح کردید. اما من میخواهم
خدمت شما عرض کنم که اگر با دقت توجه کنیم میبینیم که هیچ یک از نمونه هایی که در اون برنامه ارائه دادیم رو نمیشه در زیر عنوان ششمین نوع تغییر فرهنگی جا داد و اسمش بودش تغییر در جهان بینی. و از نظر من به همین علت هم هست که ما هنوز دقیقا نفهمیدیم که چرا مشروطیت از اسلامیت چنان شکستی خورد که حالا 45 سالی که ما گرفتار مصیبتی به نام حکومت اسلامی شدیم و حکومتی که خودشو فریبکارانه میگه من جمهوریم، اما وقتی که رئیس جمهورش همین دو سه روز پیش در حادثه سقوط هلیکوپتر کشته میشه، یک نفر دیگه هست به عنوان ولی فقیه و رهبر مادام العمر که اختیاراتش از همه شاههای دورانی که مشروطه خونده میشه بیشتره و میاد جلو به مردم میگه خیالتون جمع باشه که آب از آب تکون نخورده، فقط مهره های سوختند تا مهره های بی اختیار دیگری بیان و جای اونها رو بگیرن. از یک نظر دیگه هم ما باید نمیتونیم بدون اینکه در یک نگاه کلی با شرکت کنندگان در این اتفاقات آشنا شده باشیم و در بیابیم که اونها از چه سوابقی آمدند، چی میخواستند، نمیتونیم کار رو پیش ببریم. در نتیجه به نظر من میرسه که درسته که دوران مشروطه از سال 1285 شروع میشه، اما ما برای درک اینکه چرا در اون سال به اون وقایع رسیده ایم ناچاریم به چندین صد سال قبل از اون برگردیم و با حوادثی آشنا بشیم که به طور بی سابقه ای ویژگی های همین امروز ما رو رقم زدند و در طی اون قشر روحانیت تشیع 12 امامی رو در مقابل یه قشر جدیدی به نام منورالفکران اصل قاجار درگیر ببینیم. اجازه بدید که اول اندکی با سرگذشت قشر روحانیت آشنا بشیم. از دوران ملکشاه سلجوقی، پادشاه سلسله ترکان سنی مذهب سلجوقی، تا زمان سلطنت نادرشاه از ترکان ایل افشار، ما قشر مستقل و جدا از حکومتی به نام روحانیت نداشتیم و آخوندهای اصلی و گردن کلفت سنی همگیشون وابسته به حکومت و حقوق بگیر از اون بودن و در نتیجه نمیتونستن به عنوان یه نیروی مستقل در برابر حکومت بایستند. حتی 400 سال بعد، یعنی زمانی که شمشیر خونریز شاه اسماعیل صفوی به شیعه کردن ایران پرداخت و حکومت صفوی شکل گرفت و مشغول وارد کردن آخوندهای شیعه از جبل العامل لبنان شد، هم باز یه منصبی به وجود آوردن به نام ملاباشی که صاحب اون در واقع وزیر امور مذهبی دولت صفوی بود. اما پس از اینکه حکومت صفوی، حکومت شیعه صفوی از نیروهای افغان سنی مذهب شکست خورد، بسیاری از آخوندهای گردن کلفت شیعه و حقوق بگیر دولت صفوی مجبور شدن به طرف عراق فرار کنند. اما وقتی به شهرهای کوهپایه‌ای سلسله جبال زاگرود رسیدند، خبر شدند که دولت سنی مذهب عثمانی اون طرف کوها دست به آزار شیعیان زده و برخی از آخوندها رو کشته. در نتیجه این فراری ها ناچار شدند در شهرهای مثل بروجرد، علی گودرز، خومین، کرمانشاه، خونسار، نهاوند، کاشان و بهبهان ساکن بشن و بمونن و رفته رفته نام این شهرها به نام فرزندان اونها اضافه شد. یه موج دومی علیه آخوندهای حقوق بگیر دولت صفوی هم با سلطنت نادرشاه افشار آغاز شد. در این مورد
یه صحنه ای از تاریخ وجود داره که یقینا روزی حوادث اون در طی فیلمی به روی صحنه خواهد آمد. یعنی 300 و اندی سال پیش نادرقلی افشار حدود 20,000 نفر رو از سراسر ایران در دشت مغان جمع کرد و از اونها خواست تا او رو به پادشاهی انتخاب بکنن. و در طی همون روزهای دشت مغان بود که نادرشاه دستور داد تا ملاباشی صفوی رو خفه کنند و حقوق آخوندهای دولتی رو هم قطع کرد. و اگرچه کاری به دین اسلام نداشت، اما مذهب رسمی برای خودش انتخاب نکرد، بلکه مذهب شیعه اثناعشری رو هم به نام مذهب جعفری با الهام از نام امام جعفر صادق در کنار 4 مذهب سنی قرار داد. به این ترتیب آخوندهای شیعه که چند قرن حقوق بگیر حکومت صفوی بودند از منبع اصلی درآمد خودشون محروم شدند و مجبور شدند دنبال منابع دیگری بگردند. در اون زمان دو وضعیت در ایران وجود داشت. یکی هرج و مرجی بود که باعث میشد تجار بازار نتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن، و یکی هم تق و لق بودن مسئله مالکیت بر زمین‌های کشاورزی بود که حکومت‌ها هر وقت به خودشون حق میدادن که اونها رو تصاحب کنن. در نتیجه آخوندها با از دست دادن منبع حقوق دولتی به زودی منبع درآمد جدید خودشون رو در بازار و بزرگ مالکی پیدا کردن. لاتهای شهرها رو گرده هم آوردن، برای خودشون لشکری درست کردند و مثل یک شرکت بیمه سلامت تجارت بازاریان رو در ازای گرفتن پول بر عهده دادن گرفتن و برای مالکان زمین ها هم قباله درست کردند که سند مالکیت قطعی اونها بر زمین مشروب میشد. مشهورترین آخوندی هم که این جریان رو تبدیل به یک قشر به هم پیوسته کرد علامه محمد باقر اصفهانی بود که بعدها که رفتش و به بهبهان رسید و در اونجا اقامت کرد به عنوان وحید بهبهانی مشهور شد و او رو با لقب آقا در واقع احیاگر قشر روحانیت میدونن. فرزندانش هم آل آقا به نام بودن خونده میشدن که بعدها اسمای دیگری هم به اونا اضافه شد، مثل اعتمادی های آل آقا. و به این ترتیب یک قشر جدیدی از آخوند در ایران به وجود آمد که برای خودشون قدرتی داشتن، منبع درآمدی داشتن و نسبت به حکومت عرض کنم که مستقل بودن. من بقیه این داستان رو در هفته‌های دیگر براتون شرح خواهم داد. الان ما در ایران یک حکومتی داریم و یک قشری به نام آخوند که برای خودشون قدرتی شدن در مقابل حکومت. خب دوستان، من به خاطر وقت که زیاد صحبت نکرده باشم یک جایی مطالب خودم رو قطع کردم که در واقع شروع داستان ما هست. یعنی که یک روحانیتی که حقوق بگیر دولت بوده، در مقابل دولت نمیتونسته ادعایی داشته باشه، به وسیله نادرشاه افشار از دولت خارج میشه، میره خودش رو مستقل میکنه، منبع درآمد مالی خودش رو پیدا میکنه و وقتی برمیگرده برای خودش یه نیروییه که دیگه احتیاجی به دولت نداره، بلکه میتونه به عنوان یه شاخ تو کار دولت عمل بکنه. در اینجا من متوقف شدم و امیدوارم که بتونم در جلسات آینده تازه وارد اصل ماجرا بشیم که حالا یک عنصری به نام آخوند شیعه گردن کلفتی که اسمای جدیدی هم برای خودش اختراع کرده، به خودش میگه آیت الله، ما اصلا قبلا آیت الله نداشتیم، عرض کنم که نایب امام، مرجع تقلید، هیچ کدوم اینها تا پیش از اون زمان وجود نداشته، اینا رو اینا اختراع کردن که آیت خدا ایم. و این نیرو حالا وارد تاریخ ایران میشه
نقش بازی میکنه در مقابل حکومت ضعیف قاجاریه و عواقبی که این مسئله پیش میاد. به حال امیدوارم که تا همین جایی که خدمتتون گفتم واکنش برانگیز بوده باشه که بتونیم هماندیشی امروز رو پیش ببریم. آقای حسین سایی. ممنون آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که من بحث خیلی جالب تاریخی شما مطرح کردین و اینکه یک جوری این شیعه و مذهب شیعه به نوعی مثل یک بیماری و انگل ظاهرا در سالهای مدیدی در بدنه جامعه ایرانی وجود داشته و ارتضاع میکرده به نوعی. و سوال من برمیگرده به این تیکه آخر که فرمودین، اتفاقا بعد که نادرشاه اینا رو از بدنه جامعه یا دولت یا حکومت مثل یک دمل چرکی خارج کرده و انداخته بیرون، ولی سوال اینه که یا اینکه آیا واقعا این کار درستی بوده یا نه. یه موقعی یه مسئله آخوندا میزنم میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینکه اینا وقتی از دولت خارج شدن و مستقل شدن براشون بهتر شد شاید، اینکه تونستن قدرت بگیرن و به طور مستقل بتونن حمله کنن به جامعه فرهنگی ایران، و اینکه آیا واقعا وجود چنین موجوداتی در جامعه چقدر میتونه روا باشه و قابل تحمل باشه، چون فردای حکومت اسلامی براندازی که اتفاق بیفته دقیقا ما همین مسئله رو داریم. باید به ارتضاق این انسانهایی که به انگل بودن و ارتضاق از خون مردم عادت کردن باید ادامه بدیم و بهشون غذا بدیم، یا دوباره مثل نادرشاه مثل یک دمل چرکی از بدن جامعه خارجشون کنیم. این یه سوال به نظر من بسیار کلیدی و تاکتیکی هست در این دوره زمانی، حداقل جوابشو یا اون فکرمون رو بتونیم در این راستا متمرکز کنیم که واقعا جواب درست چیه برای بعد از جمهوری که نه، بعد از حکومت اسلامی، چون واقعا جمهوری وجود نداره در این حکومت. ممنون، اگر بتونین کامنت بدین ممنون میشم. بله دکتر، نکته بسیار بسیار مهمی رو شما متذکر شدید. ببینید هر جامعه ای برای اینکه با آخون جماعت چیکار کنه راه‌های مختلفی رو پیدا میکنه. ما از زمان هخامنشی به این نتیجه رسیده بودیم که تنها راه کنترل آخوند اینه که اینو بیاریم بکنیمش کارمند دولت، بهش حقوق بدیم و به خاطر این قضیه کنترلش دست خودمون باشه. یه نوع سکولاریزم ایرونی رو اختراع کرده بودیم که این به خصوص بعد از اینکه ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و خواجه نظام الملک که معاونش بود، اونها دو مرتبه این سیستم رو احیا کردن. یعنی یه اصطلاحی در فقه اسلامی هست به نام انسداد باب اجتهاد. گفتن اجتهاد کردن ممنوع است، همه باید بیان زیر چتر دولت و دولت برشون نظارت بکنه. و این سیستمی شد که حتی امروز هم در ترکیه در تمام کشورهای سنی مذهب وجود داره. یعنی شما آخوند مستقل ندارید و همین دلیل هم کار مثلا آتاتورک توی ترکیه کار خیلی مشکلی نبود، برای اینکه اینا همه کارمندای دولت بودن، فقط این بعدی خود روشون رو کمتر کم میکردش. در حالی که در ایران به خاطر چیزی که من هم با آقای سایی موافق هستم که به نظر من این اشتباه مهلک نادرشاه بودش که اینا رو رها کرد و اینا رفتن برای خودشون مستقل شدن و شاخ شدن در مقابل حکومت. حتی حالا در برنامه های آینده که نگاه بکنیم، رضا شاه در واقع ملتفت این مسئله شده بود و با ایجاد سازمان اوقاف خواست دو مرتبه آخوندها رو حقوق بگیر و حکومت بکنه، اما آخوندها حاضر نشدن برای تجربه ای که در سراسر دوران قاجاریه داشتن حاضر نشدن. یه عده از آخوندهای
عرض کنم که دله مله و این حرفا و دست دوم اینا آمدن با اوقاف وزارت سازمان اوقاف کار کردن. آیت الله های بزرگ حاضر نبودن، خمس میگرفتن، زکات میگرفتن، نمیدونم پول رو حلال میکردن، همین حرفا، و برای خودشون دستگاهی داشتن. اینه که مسلما ما بعد از اینکه این حکومت فرو بپاشه، یکی از مسائلمون در همین خواهد بود. یکی از تصورات اینه که آقا ما آخوند رو بیرون میکنیم از حکومت، اما دیگه بهش کاری نداریم. آیا این نمیره دو مرتبه همون شاخی بشه که همیشه بوده؟ آیا مجلس مؤسسان راهی پیدا خواهد کردش که سیستم باستانی ایران دو مرتبه احیا بشه در مورد کنترل؟ اینا همه برمیگرده به نظر من به مشکلات اساسی که مجلس مؤسسان آینده باید براش راه حل پیدا کنه. عرض کنم که آقای دارابی، نه آقای بیگلر هستن، بفرمایید. سپاسگزارم جناب نوریالو از آموزگفتار زیباتون. یواش یواش داریم وارد یک مراحلی میشیم که بفهمیم چرا این بلای 45 ساله سر ما اومده. با اجازه دوستان من یه نقبی بزنم به جلسه قبل. شما در جلسه قبل تغییرات فرهنگی رو مطرح کردید که 6 نوع رو نام بردید، باز کردید این 6 نوع رو، تغییرات سریع رو گفتید که در اون تغییر در مظاهر فرهنگی یا تغییر در جهان بینی هست، اینا رو مطرح کردید. اینجاست که من یه ذره عقبتر میرم. بعد از حمله اسلام به ایران و اون 200 سال سکوتی که کتاب زیبایی هم دو قرن سکوت در موردش نوشته شده، ما جریانات سیاسی که در ایران اتفاق میفته میبینیم تفکر رهبران سیاسی دیگه تفکر ایرانی نیست، اگرم ادعای ایرانی بودن میکنن، ولی در جوار اعتقاد به اسلام این کارو میکنن. یعنی این تغییر فرهنگی که شما گفتید که فکر کنم نوشته بودم تغییر سریع بی برنامه بر اثر حوادث انسانی، اگه درست من تشخیص داده باشم، این اتفاقی که در ایران افتاده، یه حمله ای شده به کشور ایران و این تفکر، این ایدئولوژی داره تزریق میشه با کشتار، با جنایت، با غارت، با تجاوز، و تأثیر خودشو بعد از این 200 سال میذاره. سپاسگزارم آقای دکتر. من میخواستم یعنی یکم به عقب تر از حتی داستانی که شما گفتین برگردم، چون این سوال اومد توی ذهن من که فرض کنیم که اصلا مردم ایران چیزی به اسم شیعه رو قبول نکرده بوده، اصلا سنی بودن، یا اصلا برگردیم قبل تر زرتشتی بودن. میخوام این سوال اومد تو ذهنم که البته بررسی شاید سخته چون تاریخ اینطور نبوده، به هر حال شیعه شدن مردم ایران در یک زمانی، ولی آیا المان‌های دیگه فرهنگی ما همیشه جوری قدرتشون رو به اون المان مذهب فرهنگ ما میبازن و اون انقدر قدرت میگیره که تأثیر زیادی میذاره و حتی رهبرانش میتونن قدرت سیاسی بگیرن، و آیا این فقط به خاطر شیعه است، یا اینکه اگر شیعه هم نبودیم همچنان مثلا زرتشتی بودیم هم چنین اتفاقی میافتاد؟ یعنی الان مثلا حالا روحانیون، هر کلمه که دارم برای دین زرتشتی، روحانیون و دین زرتشتی مثلا الان کامل یه دیکتاتوری مذهبی رو در اختیار داشتن. گاهی اوقات این تو ذهن من میاد که اصلا شاید این اتفاق میافتاد برای کشور ما، ولی میگم این مربوط به دیگه میشه خیلی گذشته دورتر از چیزی که شما گفتین و شاید تحلیلش یکم سخت باشه به خاطر اینکه خب خلاف چیزیه که در واقع اتفاق افتاده. و بیشترم این اومد توی ذهن من که این رو پرسیدم که آیا ما به حد کافی روی المان‌های دیگه فرهنگیمون کار نکردیم که الان به اینجا رسیدیم که
کامل رهبران مذهبی قدرت سیاسی رو داشته باشن، یا اینکه اصلا فکر میکنین در کشورهای دیگه در مورد مسیحیت یا هر جریان دیگه همین اتفاق افتاده؟ بله، عرض کنم که به هر حال ما یه اندیشه دنیوی داریم، یه اندیشه اخروی داریم که آخوندها خودشون رو آخوند، خاخام، نمیدونم کشیش، موبد موبدان، هر کدوم اینا که بگیریم، اینا میگن که ما داریم آخرت شما رو درست میکنیم، امور دنیا مثلا در دست حکومت و غیره است. ولی به هر حال این دو تا نیرو، یعنی نیروی حکومت و نیروی روحانیت، حالا اگه اسم اون موقع که نمیگفتن بهش روحانیت، این اختراع همین آخوندهای دوران از نادرشاه به بعده که به روح اعتقاد داشتن و میگفتن ما روحانی هستیم، به روح کار داریم. قبلا ما دیدیم مثلا حجت الاسلام بود، سقط الاسلام بود، از اینجور اصطلاحات رو به کار میبردن. ولی این تضاد در همه جوامع وجود داشته. شما اگه برید داستان مثلا روم باستان هم که بخونید، همین این که مسیحیت چجوری اونجا نفوذ میکنه، بعد چجوری میرسیم به جایی که در همین ایتالیا کشیش ها اصلا پادشاه میشن، نمیدونم در ونیز دربار دارن، حساب بقیه رو میرسند و غیره. این دوالیته، این دوگانگی همیشه وجود داشته و همیشه هم یه راه حلی پیدا می شده که بتونن این رو یک کدومشون اون دیگری رو مهار بکنن. شما نگاه بکنید که در دوران ساسانی هم همین اتفاق افتاد دیگه. یعنی ساسانیان جزو، یعنی اون سلسله ای بودن که به هر حال از طریق روحانیت رو به قدرت رسیدن و بعد شاه شدن، و به هر حال ما مذهب رسمی داشتیم در اون موقع، که این خودش تضادهایی رو که در دوران پیش از حمله اعراب در ایران به وجود آورد، خودش که منجر به شکست ایرانیان شد، یکیش اختلافاتی بودش که مثلا بین ساسانیان و بازماندگان اشکانیان وجود داشت و تفاوت مذهبی که این وسط ایجاد میکرد. بعد از اسلام هم شما نگاه بکنید که در تسنن چهار تا امامی که چهار تا مکتب سنی رو دارن، سه تاشون ایرانیه و فرزندان موبدان موبدان ایرانی هن. و بسیاری از اون همون خرافات و مزخرفات دوران ساسانی رو منتقد کردن، آوردن تبدیلش کردن به مذهب اسلام. یعنی ما بیگناه و فقط مظلوم واقع نشده بودیم، بلکه پس از اون حمله و اون کشتار و غیره ای که آقای بیگلر گفتند، وقتی که پذیرفتیم خودمون شریک جرم هم شدیم. اما نکته جالب در اینه که بین همه این مذاهبی که در ایران وجود داشته، تنها مذهب غیر سیاسی دپولیتیزه به اصطلاح فرنگی مذهب شیعه اثناعشری بوده. چرا؟ چون بنیاد نظری تشیع این استش که ما امام داریم، این امام رهبر ما هست و اون میتونه جامعه رو هدایت بکنه. اما امام دوازدهم این فرقه خاص از شیعه رفته به غیبت. اول گفتن که یه مدتی غیبت صغرا داشته، بعدم غیبت کبرا، که حالا دیگه هنوزم منتظرن دیگه که از چاهی جای در بیاد و مثلا دنیا رو چجوری بکنه. چون امامشون رو از دست دادن، اینا دپولیتیزه شدن، چون دیگه فرقی نمیکرد وقتی امام مملکت رو نگردونه، خب هر کی که گردوندش چه بهتر که عادل. تمام عرض کنم که سیاست نامه ها، نظام نامه هایی که نوشته شده برای اینه که حاکمی رو که به هر حال به زور شمشیر آمده حاکم شده، آدمش بکنن، عادلش بکنن، به فکر مردم هم باشه. مشکل در اینجا بودش که وقتی که صفویه آمدند و تصمیم گرفتند که ایران رو شیعه بکنند، که اون خودش بحث مفصلیه که چرا این تصمیم رو گرفتند و چگونه این تصمیم رو گرفتند، که چون به بحث امروز ما مربوط نمیشه وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی کتابایی هم در اون زمینه هستش. اونها هم عرض کنم که حواسشون جمع بود که آخوند رو نباید بذارن که مستقل بشه،
بنابراین بلافاصله منصب ملا باشی رو درست کردن. باشی یعنی وزیر در اصطلاح صفوی. ملا باشی رو درست کردن و همه آخوندها، این ملا باشی در پایتخت نشسته بود و عرض کنم که امام جمعه و حجت الاسلام و این حرفا رو برای تمام مناطق ایران انتخاب میکرد، حقوق بهشون میداد و میفرستادشون برن اونجا. اصلا شما وقتی که به داستان مثلا حمله افاقنه به اصفهان نگاه بکنید، علتش این بودش که این حجت الاسلام شیعه که رفته بود اونجا پدری از مردم در آورده بود که اون افاقنه را افتادن که برای تظلم خواهی آمدن پایتخت، دیدن آقا اینجا وضع خرابه، زدن تکلیفشون گذاشتن. میخوام بگم که حتی در دوران صفوی که شیعه رو به ایران آورد هم آخوند همچنان تحت کنترل حکومت بود تا زمان نادرشاه افشار. نادرشاه افشار مشهور تو دشت مقان از آخوندهای گردن کلفتی که آمده بودن اونجا نشسته بودن پرسید که شما فانکشنتون، نقشتون، کارتون چیه؟ اونا گفتن که ما برای سلامت حکومت دعا میکنیم. خب مثل این که دعاتون دیگه اثر نداره، مرخصشون کردش. ملاباشی صفوی رو خفه کرد و بقیه هم فرستاد برن و این موجب شدش که یک مرتبه در تشیع هم یک روحانیت مستقل از حکومت به وجود بیاد. ولی این روحانیت مستقل هم هرگز فکر نمیکردش که بتونه بره جانشین حکومت بشه و همین دلیل میامدن تاج رو میذاشتن رو سر شاه قاجار که تو شاهی، تو یه قدرتی، ما هم یه قدرتیم. حتی وقتی که قدرت میگرفتن و مستقل میشدن از حکومت، اما مدعی حکومت نمیشدن. این اولین باره که آقای خمینی مدعی حکومت شد، اسم خودش هم گذاشت امام. یعنی خیلی معنای عمده‌ای داره در تشیع که امام ظاهر شده. حتی اون یارو کی بودش که به خمینی گفتش که آقا اگه امام زمانی بگو، چرا قایمش میکنی؟ میخوام بگم که این بقایع که روحانیت شیعه تصمیم گرفتش که بیاد و حکومت رو تصرف بکنه، شاید مثلا زمزمهش بودش توی سنی ها. همین یک شنبه گذشته در مهستان هم داشتیم راجع به مسئله امت و این حرفا که صحبت شد، ولی در شیعه خیلی چیز جدیدی بودش. حتی آیت الله بروجردی که مثلا خمینی توی شاگردای او بود، او هم هرگز فکر نمیکردش که بیاد شاه رو بندازه خودش جانشینش بشه. چرا اینطور شد رو من فکر میکنم در آینده با تفسیر بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. ولی جدال بین این دوتا، جدال دوتا قدرت. اما وقتی که مسئله مدرنیته مطرح شد، یه جدال دیگری هم وارد شد که قدرت خودش رو سعی کردش که نماینده اون بکنه. حالا به اون خواهیم رسید. خانم فرزان بفرمایید. بله، من فکر میکنم وارد رفته رفته دیگه داریم وارد مباحثی میشیم که دقیقا عنوان برنامه ما رو داره، از مشروطه تا سکولار دموکراسی. اگه بخوایم در واقع یک پرده خیلی مختصر و مفیدی از این داستان بگیم، داستان مشروطه بخوایم بگیم، در واقع آنچه که امروز در گروه های جوان، مخصوصا جوان اپوزیسیون، تحت عنوان به حمایت برخی از پیشکسوتان قدیمی به حمایت از مشروط خواهی مطرح میشه، جا داره که موشکافی بشه و چقدر خوبه که در این سلسله مباحث آموزشی ما داره بهش پرداخته میشه. به هر حال من فکر نمی کنم مباحث تاریخی چیزی باشه که از دیدگاه جامعه شناسان و تاریخ شناسان مخفول مونده باشه. خیلی در موردش صحبت شده. در واقع بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی و اون صدور فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه، قرار بر این میشه که آن دسته از روشنفکرانی که در دوران قاجار به خارج سفر کرده بودن اومدن، به هر حال بحث داستان مشروطه به مطرح میشه.
این مشروطه خواهی در واقع در ذات خودش به اون دسته از فعالیت ها و کوشش هایی که چه نظری و چه عملی میاد تا محدود بکنه اختیارات پادشاه رو و نظام سلطنتی رو اطلاق میشه. در واقع مشروطه خواهی تمام تلاشش اینه که قدرت رو مهار بکنه و پاسداری بکنه از منافع و آزادی شهروندان، حتی شهروندانی که تو اقلیت هستن. این مفهوم و زیبای مشروطه هرگز در ایران تحقق پیدا نکرد. بعد از دوران در واقع در دوران مشروطه ما سه جریان بزرگ روشنفکری رو داشتیم که گروهی از روشنفکران سکولار بودن که شاخصشون آخوندزاده بود، گروهی از روشنفکران اصلاحگر و در واقع پروتستان بودن که مسیحی رگه هایی از آمیزه های مسیحی رو در گفتار خودشون داشتن، و گروهی از در واقع از اصلاحگرا و روشنفکرایی بودن که مصلحت‌جو بودن مثل ملکم خان. اما در مقابل اینها یک تعدادی از روحانیت مشروطه خواه ما داشتیم، از جمله شیخ اسماعیل محلاتی، نورالله نجفی اصفهانی، نصرالله تقفی، نائینی، طباطبایی، کاظم خراسانی و میرزای شیرازی، که تمام افتخارات اینا در تاریخ مشروطه به این عنوان هستش که اینا روحانیت مشروطه خواهند. چرا که اینا تلاش کردن متممی تحت عنوان متمم قانون اساسی به مشروطه اضافه کنن که تمام در واقع جریان مشروطه رو به انحراف برد. اینی که تمام آنچه که قراره که در واقع تایید بشه باید از زیر نظر شیشت آب فقیه شیعه بگذره، انحراف اساسی بود که در ماهش مشروطه به وجود اومد. چطور ممکنه که دوستانی که مشروطه، من مطمئنم مشروطه خواهان امروز به دنبال آن مفهوم مشروطه به معنای مدرنش هستند، اما آنچه که از مشروطه طلب میکنن از قبل باید روی انحراف مشروطه صحه بذارن، و آنچه که محمد رضا شاه پهلوی و در واقع رضا خان تلاش میکرد که آن مفهوم واقعی مشروطه رو تحقق ببخشه و در مقابل روحانیت میستاد که تبدیل شد به همون رضا خان نمیدونم دیکتاتور و اینها، اما هرگز موقعی که داره بحث میشه از انحراف مشروطه صحبت نمیشه. این مطلب به نظر من خیلی مهمه که تحلیل دقیق داده بشه از اینکه کدام مشروطه و آیا مشروطه‌ای به معنای واقعی کلمه در عصر مشروطه تحقق پیدا کرد. سه جریان روشنفکر سکولار، سه جریان روشنفکری که یک جریانش سکولار میاندیشید چنان در واقع اعماق فرو رفت به خاطر تجمع روحانیت و نفوذی که داشتن و تحصن هایی که می کردن، مردم رو در واقع جمع می کردن، هرگز اجازه ندادن تفکر روشن فکران سکولار در عصر مشروطه به منصه ظهور برسه، و اون در واقع روشنفکران مصلحت جو و اصلاحگرها و اینها هم که هرگز در تاریخ ایران تعریف جدی پیدا نکردند. بنابراین ما با حضور پررنگ روحانیت مشروطه خواه در دوران مشروطه روبرو هستیم، روحانیتی که از مشروطه دفاع میکرد که درش مشروعه وجود داره و پیوسته میخواست اون رو حفظ بکنه، و اینها بودن که در واقع منحرف کردن جریان مشروطه رو، و اون مقاومت و اون در واقع استقامتی که خاندان پهلوی می کرد در برابر این روحانیت شیعه که بعدها به این برچسب در تاریخ تحت عنوان دیکتاتور مطرح شدن به خاطر وجود همین ها. بنابراین ما میبینیم که روحانیت شیعه خیلی هم با افتخار اسامی این هفت روحانی به عنوان روحانی مشروط خواه مطرح هستش. چرا دوستان ما توجه نمی کنن اگر این روحانیت مشروطه رو خواستن، مشروطه خواستن که با مفهوم مشروطه متمم قانون اساسی در ارتباط بوده؟
بنابراین اگر امروز ما قصد داریم برگردیم به قانون اساسی مشروطه، منظورمون آن مشروطه است که با مفهوم مدرنش در ارتباطه، مشروطه ای که میاد مهار میکنه قدرت سیاسی رو، مشروطه ای که میاد و در واقع اختیارات پادشاه رو در نظام سلطنتی محدود میکنه، ازش قدرت رو میگیره و همه چیز رو به پارلمان میسپاره. این انحراف باید روش مانور بشه و در واقع مطرح بشه و بحث بشه که قرار بر این نیست که مجددا نفوذی بر سیاست و حکومت روحانیت داشته باشه. ما به دنبال آن مشروطه ای هستیم که سکولاریسم رو برای ایران برمقام خواهد بود. سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم، خیلی از بحث ما رو جلو زدید، ولی خوب جلو زدید. عرض کنم که میرسیم به همه این مطالب. من خودم الان مدتی مشغول نوشتن یه مطلبی هستم به نام مشروطه ای که نبود. یعنی ما اسمش رو زیاد میشنویم ولی به نظر من اصلا مملکت ما هیچ وقت روی مشروطه واقعی رو ندید. مطالب شما هم کاملا مورد تایید منه. ما وقتمون هم تموم شده. اگر که بله، آقای دارابی هم نوشتن که منم کرونومتر گذاشته بودم که مواظب باشه. اینه که اگر مطلبی باشه اون وقت باید از بحثایی که شده کم بکنیم که اونو جا بدیم توی برنامه ما. اما یکی دیگه هم آقای سایی یک زده. بفرمایید. ممنون آقای دکتر. من واقعاً در تکمیل صحبت‌های ابتدایی که داشتم و کامنت که شما لطف کردین دادین، می‌خواستم یه مطلب اضافه کنم. این که به هر حال ما که مدعی سکولاریسم هستیم و امیدواریم که آینده ایران بعد از حکومت اسلامی یک حکومتی سکولار و دموکرات برقرار بشه و مدعی هستیم که میخواییم قوانین حقوق بشری بر ایران مستولی پیدا کنه و اجرا بشه، عملا خیلی نمیتونیم در مقابل حق آزادی تفکر و داشتن دین مانوری بکنیم، یا عملا به نوعی فکر میکنم این آخوندها رو با زور شمشیر یا قدرت اجرایی مهار بکنیم. فکر میکنم راهکاری که من بتونم بهش الان توجه کنم فکر کنم این هستش که دقیقا اون ابزاری که در قوانین اساسی حکومت‌های سکولار و دموکرات تعبیه میشه برای جلوگیری از بازتولید استبداد، فکر میکنم باید عین همون ابزارها در برای جلوگیری از ورود و نقش پیدا کردن مذاهب در حکومت هم به اصطلاح دیده بشه و تعبیه بشه در قانون اساسی. خب به حال آقای سایی شما عضو حزبی هستید که ما در مرامنامه‌مون هم اینا رو نوشتیم. یعنی اینکه ما مذهب رسمی نباید داشته باشیم، حکومت باید در خدمت همه مردم باشه، روحانیت حق امتیازات خاص نداره، اگر پولی از مردم میگیره باید مالیات بده.